فراخوان تأسیس دولت موقت در تبعید ایران. این فراخوان برای همه ایرانیان و گروه‌های سیاسی و مدافع حقوق بشر که با حکومت جمهوری اسلامی مخالفند صادر شده است. توضیح بیشتر آن که شورای هماهنگی درون‌مرز دولت موقت در تبعید پس از آنکه از طریق نظرسنجی‌های خاص خود متوجه گردید که جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت داخلی شده و اکثریت مردم به دور از جنگ درون‌جناحی دو مافیای قدرت به دنبال نجات و دموکراسی و خواهان تشکیل یک دولت موقت در تبعید برای دفاع از ملت بی‌دفاع هستند، این فراخوان را در داخل و خارج از کشور منتشر می‌نماید. اما از آنجا که برگزاری جلسات افتتاحیه و انتخاب نخست وزیر و وزیران کابینه و برگزاری علنی همایش‌ها و کنفرانس‌های خبری در داخل خاک ایران غیر قابل امکان و شانس موفقیت آن هیچ است، پس برای حل این مشکل قرار شد از موقعیت خارج از کشور برای این مهم استفاده شود. شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران در چارچوب قوانین و حقوق بین الملل در رابطه با دفاع در مقابل تروریسم و تجاوز دولت فاشیستی و نامشروع به ملت خود فعالیت خود را جهت تأسیس دولت نجات و آشتی ملی جهت پرهیز از خشونت و خونریزی و واگذاری قدرت به نمایندگان ملت ادامه خواهد داد. و همانطور که در پادمان مشاهده می شود، مفاد اعلامیه حقوق بشر در 30 ماده و 5 ماده الحاقی را برای سلامت و اطمینان از خدمتگذاری کارکنان خود در راه دفاع از ملت و نجات کشور در سرلوحه فعالیت‌های این دولت ملی قرار داده است. بدین ترتیب از کلیه شما ایرانیان داخل و خارج از کشور که مخالف دولت و حکومت تروریستی ایران به هر شکل و فرم که هست می باشید و خواهان مشارکت در این وظیفه ملی تشکیل دولت موقت در تبعید ایران هستید، خواهشمندیم پاسخ سوالات زیر را هر چه سریع‌تر به آدرس الکترونیک مندرج ارسال نمایید. 1. نام و نام خانوادگی خود را بنویسید. 2. شغل فعلی و مشاغل قبلی و تخصصهای حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای خود را برشمارید. 3. سال تولد و محل تولد و شهر و کشور محل اقامت خود را نام ببرید. 4. در صورت داشتن حساب کاربری در فیسبوک و توییتر، نام کاربری خود را اعلام کنید. ارسال شماره تلفن و آدرس محل کار در این محل اختیاری است. 5. چرا فکر می‌کنید فرد مناسبی برای ریاست دولت یا عضوی از کابینه یا کارمندان اداری و غیر اداری آن و یا واحد خبری مطبوعاتی و مالی کمیته بحران و روابط عمومی و سایر مؤسسات مربوطه هستید؟ آیا مایل هستید به صورت داوطلبانه به این خدمت ملی بپردازید؟ اگر جواب شما نه می باشد، توضیح بدهید برای هر ساعت کار چه مقدار دستمزد می خواهید؟ 6. در صورتی که سابقه فعالیت سیاسی و یا حقوق بشری در ایران و خارج از کشور به شکل فردی یا گروهی داشته و یا دارید یا اینکه زندانی سیاسی بوده اید، تاریخچه کوتاهی از آن را ارائه کنید. 7. در ماه چه مقدار می توانید کمک مالی به امور مالی دولت موقت در تبعید ایران داشته باشید؟ یا اگر فکر می کنید که کمک های غیر مالی از توان شما بر می آید، توضیح دهید که چگونه و به چه شکل قادر به اهدای آن هستید. پست الکترونیک دولت موقت @yahoo.com، تکرار می کنم dolatemovaghat@yahoo.com و آدرس وبسایت www.dolatemovaghat.com، تکرار می‌کنم www.dolatemovaghat.com. پاینده ایران از طرف سرپرست شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران، واحد برون‌مرز آقای علی بفرویی، به تاریخ 14 مرداد ماه سال 1388.